از کرونا رهایی پیدا نکردیم که در واقع بیماری کارش سیاه خبرساز شد. هرچند تعداد مبتلایان به ده نفر هم نمیرسه اما هیچ تضمینی وجود نداره که افغانستان به سرنوشت کشور هندوستان دچار نشه تا یه روزهای گذشته که ما برنامه سلامت ثبت میکردیم خیلی از دوستان بر ما تماس گرفتند که این برنامه رو اختصاص بدیم به قارچ سیا اگر شما هم جزو به این دسته افراد هستین که خواستار اطلاعات بیشتر در مورد بیماری قارچ سیا هستین حتما برنامه ما رو دنبال بکنین اطلاعات بسیار مفید و همه در ارتباط به قارچ سیا تقدیم شما دوستان خواهد شد. اما در همین ابتدای کار میریم یک گزارش میبینیم و بعد ما را با کارشناس برنامه در داخل استودیو دنبال کنید ساعت ها زیر دستگاه باقی میمانند تا زایعات از خون پاک شود. همودیالیز رایج ترین روش برای درمان نارسایی پیشرفته و دائمی کلیه است. 130 بیمار هر هفته به بخش درمان بیماران کلیه شفاخانه حوزه هرات مراجعه می کنند. 20 درصد مراجع کنندگان افرادی هستند که پس از ابتلا به کرونا دچار نارسایی کلیه شدند. چون موافیت شما با, با... پایینه تا زمانی که شما مصاب بشیم امی ا... مریضی یک سیر و خیمتر پیش شما سفری میکنه و همچنین یک تعداد بیمارای هم داشتیم که ما از کویت بریم و رفر شده بودم که اینا سابق مشکل کلیه در واقعیت نداشتم ولی در اثر امی مریضی مصاب مشکل کلیه شدم بسیار اتفاق افتاده که افراد خودسرانه نسخه ای برای خود میپیچند بی خبر از اینکه این داروها روزی کار دستشان خواهند داد یعنی زمان شخص مراجعه کرده که کلیه بیخی فیل شده زمانی نیه که ما از اون مریض مثلا بیوپسی بگیریم نمونه گیری کنیم اینا به دادن مسائلی هست که واقعا به دست خود شخصه مثلا دوار به طور خود سرانه استفاده میکنه زمانی که مریض میشه با دکتر مربوطی خود مراجعه نمیکنه که اون دوای لازم برای تجویزیون دیابت پیدا میکنه خود سرانه استفاده میکنه کنترل نداره رو قندقو فشار پیدا میکنه مشکل فشار از به وقتی رسیدگی نمیشه یا سنگ کلیه داره م... به او توجهی نمیکنه مایات به اندازه کافی استفاده استفاده نمیکنه رژیم غذایی خورد صحیح مراد نمیکنه این مسائل خود هم, هم کلا دست به دست میده و باعث میشه از این میشه شخص کم کم متاسفانه به اینجا پایه بکشه هر کسی را دردی به اینجا کشانده بیمارانی که نیاز دارند هفته دو بار دیالیز شوند شور مخلی مرواز و دان مکرد مکرد چشوم شو مکرد مکرد با غصه گفتم بارم جوان به که کوال پیشاک و شور خور پر تودم نمی کتم آخیر من بنده خوزی تروزی ثابت که میگن که کندرول سی نشه دیابت خودش گرده را چشم را از بین میبره یعنی می اجده سال شد دیگه این ای سال اول است که گرده را از پالیت نگاه داشت نمی فهمم من پروتین مخله بالا میرفته من نمی فهمم ما هر چی می خورم منستر می روم که گرنگ موتور می خورم بودم ما هر چی کل وظیفه می گرفتم میرفتم هم بالی مونستر می رفتم تو بروندو هر روز در سه نوبت این مرکز خدمات همودیالیز را برای بیماران نارسایی کلیه ارائه می دهد با توجه به حجم بیماران برای هر بیمار یک بار در هفته نوبت میرسد مجددا خوش آمدید به برنامه سلامت میروی صالحی مدیر کنترل امروز ساری در سطحه هرات با خود داریم جناب آقای صالحی بسیار زیاد خوش آمدید این روزها همه نگران قارچ سیاه هستند از شما می‌خوایم بشنویم از اینکه قارچ سیاه دقیقا چه نوع بیماری هست و چرا بهش میگم فنگس سیاه بسم الله الرحمن الرحیم تقدیم سلام دارم خدمت شما همکاران شما و بیننده های محترم برنامه اه... مریضی قارچ سیاه در اصل اصطلاح طبی زی به نام موکر مایکوزیز و به انگلیسی بلک فنگس میگن که ما به فارسی دری وقت ترجمه کنیم قارچ سیاه معنی میده خب یک مریضی که تازه پیدا نشده یا سابق هم بوده سالهای قبل از چندین دهه قبلی عامل ازی شناخته شده و در سطح دنیا در بین یک تعداد افرادی که آمادگی ابتلا به این مریضی دارند این واقعات دیده می شده البته به تعداد بسیار کم که حتی کمتر از یک یا دو واقعه در میلیون نفر بعض جوامع گزارش دادند ولی چون فعلا ما با مریضی کرونا سر و کار داریم اول در بین مریضای کرونا در هند واقعات زیادی گزارش دریافت کردیم و بعد از او هم در کشور خود خود در چند ولایت و از جمله کابل چند واقعی از این گزارش داده شد و تثبیت شد به همین خاطر هم یک تشویشی هم ایجاد شد در نزد مردم که یک قارچ سیاچی چی هست و یک مریضی نوی شاید باشه دیگه فعلا با همین یک مریضی سر و کار داریم که از قبل بوده ولی واقعات تازه ما دیدیم و با کرونا ارتباط داشته یک مقدار بیشتر مورد توجه قرار گرفته دقیقا این روزها نگرانی های زیادی را خلق کرده بین مردم اما من میخوام پرسان بکنم از اینکه این ویروس دقیقا چگونه انتقال پیدا میکنه از جایی که هم خبرهایی هم نشر شد گویا ساری هم هست بله عامل از عزی... یک نوع از جمله میکروب های در حقیقت میفهمیم که میکروب ها یعنی اجسام ذره که به چشم دیدن نمیشن اجسام بسیار کوچک از چندین دسته تشکیل شدن یک دسته ویروس های یعنی یک دسته باکتری های یعنی یک دسته پارازیت های یعنی دسته دیگه فنگس های هن. فعلا ما با مریضی قارچسی ها با می گروه فنگس ها سر و کار داریم که به فارسی دری فنگس ما قارچ میگیم اینا همین عامل سببی ازی در بین گرد و خاک در گیاهها و میوه‌های های پوسیده و فاسد شده وجود داره میتونه از طریق تنفسی داخل بدن انسان شه یا میتونه از طریق تماس با جلد که تخریب شده یا تخریش شده یا جراحت داشته داخل بدن بشه و باعث ایجاد مریزی بشه ای که سریه از انسان به انسان دیگه نه انتقال نمیکنه در محیط وجود داره در بدن خیلی از افراد ممکن داخل بشه ولی باعث ایجاد مریضی نمیشه صرف کسایر مصاب به مریضی میسازه که مقاومت بدن از اونا خیلی پایین باشه اونمونا استعداد مسابیت به این مریضی قارچ سیار دارن و یعنی نباید باعث ایجاد وحشت و تشویش بشه که تمام افراد فکر کنند به این مریضی مصاب خواهند شد صرف کسایی که مقاومت بدن از اینا بنا به دلایل پایین باشه بعد بیشتر اشاره کردین که که این بیماری ظاهرا با کرونا هم در ارتباط هست چگونه در این وضعیت قارچ سیاه باعث شده که یک سری افراد این علائمش بروز پیدا کنه و در بدنش حداقل باعث مریضی بشه نه که همچنان رفع بشه بله ما پیشتر عرض کردم که از قبل از چندین دهه قبل که فنگاس یا همین نوع میکروب شناخته شده در جوامع مختلف یک تعداد کمی از افراد در مصاب ساخته به این مریضی خب این افراد خاصه که مساب میشن کیا هستند بعد از او مشخص میشه که چرا مریضای کرونا به این ممکن مصاب بشن ده ده. تمام افرادی که مقاومت بدن از اونها پایین باشه افرادی که دیابت یا مرض شکر پیشرفته و کنترل نشده داشته باشن مقاومت بدن از اونها پایین میایه و خطر مسابیت از این مرض وجود داره افرادی که مصاب به مرض سرطان باشن کسایی که پیوند اعضا شدن پیوند گرده پیوند جگر قلب اینها و ما فعلا در ولایت هرات تعداد پیوندهای گرده داریم اینا کسایی هستند که به خاطر که پیوند از اینا دفع نشه یا رد نشه یا خراب نشه دواهای تزریق میشه یا تطبیق میشه برای از اینا که مقاومت بدن اینا پایین میاره به این خاطر برای از اینا توصیه های خاصی صورت میگیره و در معرض خطر مصابیت به مریضی های میکروبی هستن اونا از جمله ای غارچ سیاه هم میتونه اونا رو مصاب بسازه و مریضی مریضی کرونا چره چی ارتباط داره بین کرونا ببینید مریضی کرونا اونایی که حالت از اینا وخیم میشه در وضعیت بدی قرار میگیرن سیستم دفاعی بدن از اونا یک تعداد حجرات بدن از اونا رو تخریب میکنه یک از اعزار ممکن از بین ببره مگری که با تدوی مناسب همین مقاومت بدن کم مهار بشه یا تحت کنترل بیایه <applause> به این خاطر به او حالت های بسیار خطرناک و پیشرفته مریضی کرونا دواهای برای مریضه تطبیق میشه که همون مقاومت بدن کنترل شه و به ناحق همین حجرات بدن حجرات سالم را تخریب نکنه این حال به اثر تطبیق از این دواها معافیت بدن ای افراد پایین میایه و اینج چانس پیدا میشه برای همین قارچ سیاه که بتونه این فرد در مصاب مریضی بسازه 张先生。 پیشتر اشاره کردین کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به قارچ قرار دارن که مقاومت بدن از اونا در واقع پایین باشه و از جایی که ما آمار دنبال کردیم طبق آخرین آمار تقریبا نیمی از کودکان ما به سوی تغذیه مبتلا هستند و مقاومت بدن از اونا به شدت پایین هست ممکن هست این کودکان هم در واقع در معرض خطر قرار داشته باشن یا نه طیف خاصی را اونا مبتلا که شدیداً در معرض قضیه شدید قرار داشته باشند و دوام کنند از ده از اینا امکان مسابیت هست در نزد از اینا ولی ما خوشبختانه در میان اطفال سوی تغذیه که داریم راپور مشخص تا به حال به طول ای چند سال دریافت نکردیم که طفل مصاب سوی تغذیه به قارچ سیا مصاب شده باشه ولی رد کرده نمیتونیم چون سوی تقضی باعث ضعیف شدن مقاومت بدن میشه با این آمدن مقاومت بدن میشه این همه در مورد قارچ سیاه گفتیم و خیلی چیزهای دیگر میخوایم بدانیم که دقیقا چه علایمی وجود داره چه علایمی داره این بیماری و سوی هم این علایم کم کم در نزد افراد ایجاد میشه یا نه یک بارگی فرد به زانو در میاره مکروب قارچ سیاه وقتی وارد بدن انسان میشه یا میتونه از طریق تنفسی یعنی از دهن و بینی داخل بشه یا از طریق جلد داخل بشه و پنج شکل میتونه نشان بده مریضی یعنی در به پنج شکل میتونه ایجاد مریضی بکنه اگر داخل بینی جا جا بشه و از طریق بینی داخل بدن انسان بشه اول داخل سینوس ها میشه هایی که در بین استخوان ها در این قسمت ها وجود داره داخل سینوس ها میشه و نوع سینوسی دماغی یعنی سینوس و مغز سر رو مصاب میکنه که علائم یور بستگی به ای داره که داخل بینی نقاط سیاه رنگی ایجاد میکنه در اطراف و به چشم ها زود سرایت میکنه این اطراف چشم ها به شکل کاملا سیاه در میایه و پندیدگی پیدا میشه و مشکلات شعوری یا هوشیاری برای مریض پیدا میشه این سینوسی دماغی از این اگر داخل بینی و دهن میشه و داخل ریه ها عمیق فرو میره باعث ایجاد سینه و بغل میشه یعنی برای مریض تب، صرفه، تنگی و درد قفس صدری پیدا میشه اگر داخل دهن میشه به سیستم هضمی میتونه داخل بشه باعث ایجاد درد شکم دلبدی استفراغ اسهال و ممکن اسهال خوندار بشه ممکن به جلد داخل بشه همونطور که بیشتر عرض کردم که جلد تخریب شده و شریده ممکن داخل بشه که این همون جلد در همون ناحیه به رنگ سیاه در میایه و ساحه تخریب میشه و پوندیدگی هم پیدا میشه و یکی هم به شکل منتشر یعنی به قسمت های زیادی از بدن ممکن انتشار بکنه که این به صورت انتقال از طریق خون صورت میگیره یعنی اول به یک نقطه پیدا شده از طریق خون اگه انتشار بکنه به خیلی از قسمت های بدن میره که عمدتا باز در این صورت قلب و تحال و دماغ رو میتونه متضرر بکنه و احتمال و وفیات هم در این صورت ها زیاده پس به این صورت نظر به ای که به کدام قسمت از بدن باعث ایجاد مریضی شده علائم می میتونه فرق بکنه تب صرفه، نفس تنگی درد قفس سینه شکم دردی اسهال استفراغ و خدمت شما عرض کنم که سیاهی چشم لکه های سیاه در اطراف بینی داخل دهن و گلو اینها همه میتونه علایمی باشه بر این علایم یک بارکی در نزد فرد ایجاد میشه حداقل دو روزی یک روزی یا یک هفته دوام پیدا میکنه در ابتدا وقتی که التهاب شروع میشه علائم پوندیدگی پیدا میشه در همون ناحیه بعد از کم کم سرخی پیدا میشه و به تغییر رنگ تغییر میکنه به شکل نسوری رنگ یا سرمه رنگ میشه و بعد از و رنگ سیاه و خو میگیره حدودا یک هفته در میتونه بگیره یعنی قسمتی که سیاه میشه یا اول ابتدا قرمز بوده به شکلی هست که یک حشره گزیده باشه یا نه متفاوت است تقریبا به شکل یک... میتونیم بگیم به شکل ازی که یک حساسیت کرده باشه یا ای که یک توسط یک چیز گزیده شده باشه به شکل یک ندبه بسیار کوچک نه یک ساحه کلانتره به شکل پندیدگی و به اصطلاح تورم و اینها دیده میشه بعدا رنگی و تغییر میکنه تا به سیاه تمایل پیدا کنه با این حساب همه دوستانی که ما رو برنامه ما رو میبینن هر نوع حساسیت جدی بگیرن هر نوع پوندیدگی تورم سرخی در ناحیه جلد اگر پیدا میشه مخصوصا در نزد افرادی که من پیشتر عرض کردم که در معرض خطر بیشتر قرار دارند باید جدی بگیرند و حتما به زودترین فرصت به دکتر معالج و یک متخصص مربوطه اور ببرند تا که تشخیص دقیق صورت بگیره و از خرابتر شدن و از جلوگیری بشه بعد روش درمان این بیماری چگونه هست؟ در افغانستان درمان میشه یا نه؟ خوشبختانه دوایی که باعث به با اصطلاح برای تداوی از این مریضی استفاده میشه در افغانستان هست مقدار وافر هم هست هنر یا علم تداوی از او هم وجود داره و به نزد متخصص مربوطه وقتی که راجید ساخته باشه دوای موجود هست استفاده میشه و متاسفانه یک مقدار تداوی میان مدت یا طولانی مدت به کار داره حدود دو ماه باید تداوی بشه به همین خاطر باید همکاری مریض خیلی مهمه تا که تا مرحله آخر تداوی او مندی داشته باشه و تداوی بکنه ممکن یک سری عوارض هم نزد فرد بیمار باقی بمانه اگر بله, بله چه عوارض بله میتونه یک عوارض ماندگار متاسفانه به جا بگذاره اگر وفیات از این مریضی هم زیاده تقریبا در سنترهای یا مراکز مجهز بیش از 54 درصد وفیات داره ولی باز هم کسایی که از مرگ نجات پیدا میکنند و بهبود میابند ممکن چشمای از اینا در اسنای مریضی یا بینی از اینا در اسنای مریضی به شکل بسیار شدید آسیب دیده باشه و دکترای معالج تصمیم بگیرند که همو قسمت رو با عمل جراحی بردارن یعنی ممکن چشمای یک فرد مصاب تخلیه بشه تا که از سرایت از این به دماغ و مغز سر جلوگیری کنه دیگه به همین خاطر ممکن یک فرد در جریان تداوی به وضع وخیم پیشرفته بینی از او با عملیات برداشته شه چشم از او ممکن تخلیه بشه و نابینایی دائمی داره و ممکن نسج دماغ از او وقتی آسیب میبینه اگر شفایاب بشه بعضی از مشکلات عصبی در آینده گریبانگیر گیر او باشه بله و مطمئن هستم همه بیننده های عزیزی که و همینطور شنونده های عزیزی که برنامه ما رو میشنون و میبینن این حراس در وجود از اونا هم در واقع رخ نکرده اما ما میخوایم بدانیم که واقعا این بیماره میتونیم وقایه بکنیم و جلوگیری بکنیم؟ ما امراض میکروبی میتونیم هم با احتمامات خاص از سرایت و انتشار از جلوگیری کنیم و وقایع کنیم و هم با بعضی از امراض میکروبیر با واکسین متاسفانه برای مرزی قارچ سیاه واکسینی وجود نداره و فقط میتونیم با احتمامات وقایه وی کوشش کنیم از انتشار از جلوگیری کنیم یا کم بسازیم ببینیم میکروب در کجا قرار داره من بیشتر عرض کردم در خاک در میوه ها و گیاه های فاسد و پوسیده و احیانا در نان که دچار ارقق زدگی یا پپونک زدگی شده باشه در او وجود داشته باشه خب ما باید کوشش کنیم از این چیزا دوری کنیم یعنی در جایی که گرد و خاک باید کوشش کنیم دوری کنیم اگر چه در شرایط زندگی ما و شما دوری کردن کامل از خاک ممکن نیه حداقل کوشش کنیم در جایی که خیلی گرد و خاک ماسک بپوشیم به پای لوچ به جای راه نریم حتما بود داشته باشیم در بعض جاها که گرد و خاک زیاد از سرپایی و چپلک استفاده نکنیم بود بپوشیم کسایی که مقاومت بدن از اون پایینه مخصوصا برای از اون تاکید میشه همون کاتگوری هایی که بیشتر عرض کردم کسایی که مریضی شکر کنترل نشده یا پیشرفته دارند پیوند شدن مثلا مریضی سرطان دارند یا به اثر بعضی از هم حالات دیگه یا مریضی های دیگه یا اینها دواهای میگیرن که مقاومت بدن از اونها پایین میایه اینا مخصوصا تاکید میشه که از گرد و خاک دوری کنند کوشش کنند دست ها و پاهار مکرر با آب و صابون بشورند و پاک نگاه دارن اگر جایی که اندک احتمال گرد و غبار میره ماسک بپوشن و از خوردن میوه هایی که احتمال فاسد شدن از اون میره و نانی که زیاد مانده باشه از اینا خودداری بکنن تا که خطر سرایت کمتر باشه. میکروب در همه جا وجود داره در محیط وجود داره ممکن افراد که یعنی خیلی سالم هم نظر می رسند. ممکن به اثر گرد و خاک و اینها این میکروب قارچسی یا داخل بینی و گلو از اینا شده باشه ولی فقط کسایی مریض می شند که مقاومت بدن از اون خیلی پایین باشه یعنی همه افراد استعداد یا چانس مسابیت به این مریضی رو ندارن پس نباید ما وحشت و تشویش داشته باشیم ولی چیزهایی که به جهت حفظ و صحه و اصول تاکید میشه باید رعایت کنیم که بیشتر عرض کرد. بسیار علی به نکات بسیار خوب جناب داکتر صاحب اشاره کردن اما ما نباید فراموش بکنیم دوستان عزیز که همه ما بدون استثنا کرونا تجربه کردیم و خیلی از ماها در واقع بدن ما ضعیف شده مقاومت بدن ما در واقع پایین آمده و بهترین راه و مهمترین موضوع میتونه این باشه که چگونه میتونیم در واقع مقاومت بدن خود بالا ببریم اینکه چگونه میتونیم مقاومت بدن خود بالا ببریم در این بسیاری معلوماتی که با هم میبینیم بریم ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره و با هم او را انجام بدیم مصرف غذاهای تقویت کننده سیستم ایمنی عادتی بسیار مفید است. برخی مواد غذایی می سیستم ایمنی بدن شما را برای مقابله با انواع ویروس ها تقویت کند. از جمله علائمی که نشان میدهد فرد دچار ضعف سیستم ایمنی است، سرماخوردگی های پشت سر هم بروز عفونت های مختلف در بدن داشتن مشکلات گوارشی و داشتن احساس خستگی مداوم است ترس استرس و استراب به صورت مکرر نه تنها باعث بروز آسیب های روحی و روانی در افراد می شود بلکه ضعیف شدن سیستم ایمنی سیستم دفاعی بدن و در نتیجه آسیب پذیر شدن بدن را به همراه دارد استرس و نگرانی سبب می شود تا افراد از لحاظ تغذیه و کیفیت خواب دچار مشکل شوند و بنابراین یکی از اصلی ترین و مهمترین عواملی است که بیشترین تاثیر را در ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن دارد. بسیاری از افراد بنابر دلایل متفاوتی مثل شبکاری و امور اینچنینی به میزان کافی خواب مناسب ندارند. و کمتر از 8 ساعت می خوابند. کم خوابی یکی از هزاران دلیلی است که در فرد باعث ایجاد استرس می شود. این امر سبب می شود تا سیستم ایمنی بدن در درازمدت مدت ضعیف شود و به خوبی نتواند در برابر انواع بیماری ها از خود مقاومت نشان دهد. مواد قندی و شیرین از جمله خوراکی هایی هستند که مصرف آنها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود. زیرا مصرف مواد قندی سبب می شود تا برای مدتی گلوبول های سفید بدن هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند. وظیفه اصلی گلوبول های سفید حفاظت از بدن در برابر ورود بیماریها به بدن است. پس زمانی که گلوبول های سفید به فعالیت خود نپردازند بدن به شدت در برابر تهاجم ویروس ها ضعیف می شود در بین مواد غذایی سبزیجات از میزان بالایی از آنتی برخوردار است آنتی موجود در سبزیجات خاصیت ضد ویروس و ضد باکتریایی به آن داده و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود مصرف انواع مغزها و آجیل ها هم می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند مغزها سرشار از ویتامین های B6، A، E، مس و منیزیم است که به شدت برای تقویت سیستم ایمنی بدن فرد لازم و مفید است. خوردن مواد غذایی و خوراکی هایی که حاوی ویتامین های D و C هستند بدون تردید به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. بهتر است این ویتامین ها از راه های طبیعی مثل خوردن انواع میوه ها که شامل مالته، توت فرنگی هستند دریافت شوند. روزانه انواع مختلفی از میوه‌ها و سبزی های گوناگون بخورید تا اطمینان پیدا کنید همه مواد غذایی لازم برای سیستم ایمنی خود را تأمین کرده اید. مصرف مولتی ویتامین برای کسانی است که همه مواد غذایی لازم را از آنچه میخورند دریافت نمی کنند و یا بدحال هستند. اگر نگران سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن خودتان هستید، باید سطح ویتامین دی خود را چک کنید و با پزشک خود در مورد استفاده از مکملها مشورت کنید. ویتامین دی می در روغن ماهی، و در شیر یا غذاهای تقویت شده با ویتامین دی یافت شود. به ادامه برنامه سلامت خوش آمدید دوستان عزیز ما در مورد بیماری قارچ سیاه برای شما اطلاعات دادیم و جناب دکتر صاحب مدیر کنترل امراض ساری در ساعت اطلاعات بسیار مفید و همین جامعه در ارتباط به قارچ سیاه ارائه کردن اما جناب دکتر صاحب از جایی که ما در حراس های بسیار گوناگون قرار داریم کرونا هست قارچ سیاه هست همینطور مقاومت بدن ما هم کاهش پیدا کرده و خیلی ما از ماها امراض جانبی هم داریم که ممکن هست باعث بشه مقاومت بدن ما کاهش پیدا بکنه میخوام از شما یک بشنویم از که چه توصیه داریم برای در واقع بیننده های عزیز که چه رژیم غذایی در این روزها دنبال کنند نکته بسیار خوبه متاسفانه بعضی از وقتها با بیپروهی هم مواجه میشه طرز تغذیه ما تغذیه مناسب باید داشته باشیم تا مقاومت بدن ما خوب باشه تحرک و ورزش کافی داشته باشیم و مایعات کافی مصرف کنیم آب و چای و از استرس ها و فشار های روحی کوشش کنیم حتی الامکان دوری کنیم با راهکارهای مختلفی که هر کس ممکن یک راه بتونه انتخاب کنه برای از اینکه فشار های روحی کم بکنه اینا چند چیزی که باید اجرا بشه تا که مقاومت بدن ما بالا باشه تغذیه مناسب چیه گوشت و برنج زیاد خوردن متاسفانه که خیلی هم مورد علاقه هسته در جامعه ما تغذیه مناسب نیه تغذیه ما باید متنوع باشه یعنی در طول هفته ما تقسیم اوقات باید تیار کنیم در طول هفته کوشش کنیم از انواع غذاهایی که در محیط و در دسترس ما هست استفاده کنیم اگر برنج ما به هفته دو مرتبه تقلیل بدیم یا به هفته یک مرتبه تقلیل بدیم برد ما نداره یعنی موفقیت ما در اینه ببینیم غذاهایی که مقاومت بدن بالا میبره سبزیجات، میوجات و مواد پروتینیه <applause> که مواد پروتینی هم در منابع حیوانی پیدا میشه هم در منابع نباتی پروتین های حیوانی در گوشت و شیر و تخمه، پروتین های نباتی در حبوبات در نخود لوبیا عدس ماشنگ ماش اینها به همچنین در سویا خود سویا پیدا میشه اهمیت و ارزش پروتین های نباتی بیشتره ضرر از اونها کمتره متاسفانه گوشت اگر به مقدار زیاد خورده میشه، باعث پایین آمدن مقاومت بدن میشه چرا چون باعث اضافه وزن شدن میشه باعث تکلیف های سیستم هضمی میشه به خصوص هر قدر در یک جامعه گوشت زیاد مصرف شده و ترکاری و کمتر مصرف شه از جمله امراضی که به اونجی بیشتر شاید میشه سرطان های روده ها. پس به این خاطر توصیه شده که گوشت در مصرف به حد اقل برسانیم انواع گوشت هر چی میخواه باشه و توصیه که سازمان صحی جان در قسمت تغذیه کرده به صورت کلی گفته که غذایی که میخوریم هر وعده غذایی نصف حجم غذا شما از سبزی و میوه باشه نصف از دگه غذاها باشه و باز غذاهایی که پخته هم میکنیم کوشش کنیم حتی الامکان از چیزهای گیاهی که در دسترس هست کدو بامیه بانجان گلپی فاصولیا اینا چیزایی که گیاهیه و ضرر از اینا بالکل کم یعنی ضرر متصور نیه ولی متاسفانه اگر گوشت و اینها زیاد بخوریم به مقدار زیاد ضرر زیاد متوجه میسازه در قسمت نوشیدنی ها من پیشتر ارز کردم که مایات کافی بخوریم تا که به مقاومت بدن کمک کنیم بهترین نوشیدنی آب خالیه به شرط که آب سیهی باشه و میکروب و ایگه پا نداشته باشه اگر چای میخوریم چای صاف باشه بدون شیرینی اگر شیرینی بخوریم تقریبا بیفایده میشه او چای از نوشیدنی های انرژیزا و نوشیدنی های گازدار حتی الامکان خودداری بکنیم چون باعث تکلیف های دگه باعث به وجود آمدن مریضی های در بدن میشن و هم میتونن مقاومت بدن را پایین بیارن حتی به روی بعضی از اونها به صورت واضح نوشته برای افراد سن زیر سن 18 و خانم های حامل توصیه نمیشه به معنی ای از اینکه ضرر متوجه می به این خاطر بهترین نوشیدنی آب خالی آب پاک و حداقل در این هوای گرم حداقل سه تا چهار لتر آدمای کاهل باید در روز مایات بنوشن و نگذارن که دهن از اونا خشک بمانه. هر زمانی که خشک میشه حتما با آب خالی دهن خور تازه کنن مقدار آب بخورن تا که جریان خون بهتر باشه سیستم هضمی خوب کار بکنه دماغ خوب کار بکنه بله. و قلب خوب کار بکنه در مجموع اینا راهکارهایی بود که من به صورت خلاصه پس تکرار میکنم نوشیدن آب کافی استراحت و تحرک و ورزش رژیم غذایی مناسب و دوری از استرس ها و فشارهای های روحی بسرح. که مقاومت بدن بالا می بره بسیار خب. جناب دکتر سبچون چون وقت برنامه هم بسیار کم هست و زمان بسیار محدودی هم باقی مانده اما ما چون از ابتدای برنامه هی همچنان تکرار کردیم که مقاومت بدن ممکنه پایین بیایه و خیلی از کارهای دیگه کوتاه از شما میشنویم که در واقع چه فعالیت هایی یا چه انجام چه کارهایی باعث میشه که مقاومت بدن ما کاهش پیدا کنه بله من پس به صحبت های پیشتر خو رسم دام همون چیزهایی که باعث بلند بردن مقاومت بدن میشه اگر برعکس از او رفتار کنیم مقاومت بدن پایین میایه <تصفح> کم شدن آب بدن مقاومت بدن پایین میاره تغذیه نامناسب باعث پایین آمدن مقاومت بدن میشه اگر غذا کافی نباشه سویت غذی، به سمت لاغری میره مقاومت بدن پایین میره اگر غذای پر زیاد بخوریم گوشت و برنج کچال و کچالو اینها باز اضافه وزن پیدا میشه که خود از اون مرض شکر و دگه گپا پیدا میشه و مقاومت بدن پایین می اگر تحرک و ورزش نداشته باشیم مقاومت بدن پایین میره و اگر با فشارهای روحی همیشه دست به گریبان باشیم و زیر فشارهای روحی و استرس باشیم مقاومت بدن دقیقاً یقیناً پایین بله خیلی ممنون از جناب آقای صالحی و همینطور از شما بیننده های عزیز امیدوار هستم که این اطلاعات باعث شده باشه که شما بیشتر مراقب خود باشین نه نه اینکه باعث بشه که شما بترسین یا حراس شما بیشتر بشه پس با اینکه چه کارهایی باید انجام بدین مقاومت بدن خود بالا ببرین میتونین اینگونه از خود در مقابل خیلی از بیماری های دیگر واقعه بکنیم با امید ای که همه ما سالم باشیم خداوند یا رو نگهدارتون